بر شما هموطنان گرامی، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید رو اجرا می کنم. امروز روز دوشنبه است و 29 از ماه فوریه. در روزهای دوشنبه مدت یک ساعت و نیم خدمتتون هستیم و در باب مطالب مختلف صحبت می کنیم و تنه اصلی بحث ما در واقع مغالطات بوده است و خواهد بود. اجازه بفرمایید که یک غزل از حافظ خدمتتون بخوانم و بعد بپردازیم به بقیه مطالب و مسائل. آخوندا میگویند مسائل. صوفی بیا که خرقه سالوس برکشیم، وین نقش زر را خط بطلان به سر کشیم. این مکتب عاشقانه صوفیه که اوج درخششش قرن سوم و چهارم بوده است و یادگارهای حقیقتا ارجمندی از معرفت برای فرهنگ و ملت ایران باقی گذاشته، مثل همه چیز دیگر جامعه به انحطاط رفته و به عصر حافظ که میرسیم پیداست که کار حقیقتا به انحطاط کشیده. این است که حافظ همیشه انتقاد میکند از صوفیان زمان خود. سعدی هم انتقاد کرده در گلستان و در غزلها و اینها. این یکی از اون غزلهای بسیار تند هست که حافظ نقد صوفیان میکند. خرقه سالوس رو میگوید بندازیم دور، وین نقش زر را خط بطلان به سر کشیم. حالا چرا میگن نقش زرق؟ زرق یعنی ریاکاری، حقبازی و نیرنگ. بخاطر اینا لباسها رو تکه تکه میکردن. یعنی اگر صوفیان قرن سوم لباسشون پاره میشد، اینا میرفتن یه لباس یه تکه پارچه میامدن میدوختن، اینها میرفتن پارچه های نو میخریدن و تکه تکه به هم میدوختن. یعنی ما از فرد فقر این کاری کردیم. این است که کار به حقوازی کشیده بوده. بله، میگویند لباسی که عمر به تن میکرد، عمر ابن خطاب که طبری میگوید پیش از او و پس از او کسی در زهد به او نرسید، لباسش 25-6 تکه بوده از فرد زهد. بله، صوفی بیا که خرقه سالوس برکشیم، وین نقش زر را خط بطلان به سر کشیم. نذر و فتوح صومعه در وجه می نهیم، دلق ریا به آب خرابات برکشیم. نذر و فتوح اموال مجانی است که از مردم گرفته می شد. نذر و فتوح، پولی که میدادن نظر بهش میگفتن، فتو هم بهش میگفتن. میگه بیا اینو بگیریم بابا جان، بریم با هم می بخوریم. نظر و فتوه صومعه در وجه می نهیم، دلق ریا به آب خرابات برکشیم. فردا اگر نه روزه رزوان به ما دهند، قلمان ز روزه هور ز جنت به در کشیم. میگه من تو انقدر کلک و حقباز هستی که اگر فردا از روزی رزوان، یعنی روزی رزوان به ما ندادن، فردا اگر نه روزی رزوان به ما دهن، یعنی اون باقی بهش ندهن که درش حوری هست و قلمان هست و اینها، ما میریم به میدوزیم اینا رو، میدوزیم بیاریم بیرون. از بس من و تو حقبازیم. خودش رو در واقع در کنار حقوازان میگذارد که حرفش رو بزند. بله، قلمان ز روزه هو ز جنت به در کشیم، بیرون جهیم سرخوش و از بزم صوفیان قارت کنیم باده و شاهد به بر کشیم. عشرت کنیم ورنه به حسرت کشندمان، روزی که رخت جان به جهانی دگر کشیم. سر خدا که در تتق غیب منزویست، مستانش نقاب ز رخسار برکشیم. کو جلوه ای ز ابروی او تا چو ماه نو،
بوی سپهر در خم چوگان زر کشیم، حافظ نه حد ماست چنین لاف ها زدن، پای از گلیم خویش چرا بیشتر کشیم. خب ما این مکتب تصوف رو داشتیم و مکتب آخوندی، در واقع مکتب دین. در واقع خدمت شما میخوام عرض کنم که یکی مکتب ترس هست، یکی مکتب امید. تصوف مکتب عشق است و امید، دین مکتب ترس و وحشت هست. دائم شما رو میترسونه، دائم این دین دست به چماقه. خلاصه آتیشش هم داره میسوزه، کوره رو روشن کرده، چماقش هم آماده کرده، میترسانه. این است که ایرانیان تحمل شنیدن این داستان ها رو نداشتن. بارها عرض کردم و در اندیشه تولید مکتب جدید این تصوف رو روبراه کردن که ایرانی است. خلاصش عرض میکنم در خراسان پیدا شد و چه مایه آدم های بزرگ پدیدار شدند و بعد شعر صوفیانه پدیدار شد و چه خدمت بزرگی به اخلاق کردند و در واقع به گیتی شناخت و در واقع به شعر عاشقانه در ادبیات فارسی. و امروز هم بدترین خانقاه ها از بهترین مساجد بهتره. این هم میخوام خدمتتون بگم، چون اونجا جای مفتخوری است امروز و جای قدرتمداری و علیه مردم توطئه کردن. خب اجازه بفرمایید که حافظ رو ببندیم، بگذاریم اینجا. خدمت شما عرض میکنم که دیشب روز اسکار بود. این روز اسکار هم دیگر اون عظمت قدیم رو ندارد. بعد زمانی مارلون براندو ها بودند و اوا گاردنر ها بودند و الیزابت تیلور ها بودند و برت لنکستر ها و انتونی کوین ها، اینا دیگه خبری نیست. یه مش بچه مچه هستن، فیلمسازی هم دیگه این نیست که مثل لارنس عربستان یا بنهور هزاران هزار نفر رو جمع کنن برای فیلم برداری. کامپیوتر بازیه. با یه برنامه ریزی هزاران هزار فیل جنگی و آدم و سپاه و اینا تهیه میکنه، درست میکنه و با قوازی هایی که میدانن تکنولوژی جدید، دیگه اون فیلمسازی قدیم نیست. به همین جهت هالیوود دو دستی چسبیده است به اون آثار قدیم و اینا رو نگهداری میکنن، چون دیگه میسر نیست برای ساختن یک فیلمی که یکی دو هنرپیشه فرض کنید معروف داشته باشد قریب 100 میلیون دلار خرجه. حالا شما بفرمایید که بخواید فیلم بنهور یا لارنس عربستان تهیه بکنید، ببینید که چه مخارجی است. بنابراین یه جشن نیست، خلاصه یک جشن نیست، مثل یک شب نشینی نیست. جمع میشوند و یک نفر را مأمور میکنند که اداره کنه، معمولا یک کمدین رو، و بعد هم جایزه ها رو تقسیم میکنند. خودش مراسم خودش رو داره که چند نفر داور هستند و رأی میدهند و بهترین فیلم سال و بهترین هنرپیشه و اینها. مقصود این نبود. ناگهان ما دیدیم که آقای جو بایدن معاون ریاست جمهوری آمریکا بر صحنه پدیدار شد. این اولین بار بود که شخصیت سیاسی در این حد ما در جلسه اسکار دیدیم و آمد در باب سوء استفاده‌ای که از زنان می شود به خصوص اونجا سخن گفتن. و خانم لیدی گاگا که امروز یکی از مشهورترین خوانندگان هستن، یک آهنگی خوندن که معنی ترجیعش این بود که تو خیال میکنی میفهمی اما متوجه نیستی، چون بلا به سر من آمده، من میفهمم. بعد یک عده‌ای که گویا حقیقی بودن، یعنی مورد سوء استفاده قرار گرفته بودن، روی بازوهاشون نوشته بودن
همون کلام رو و آمدن و آخرین کلام لیلی گاگا رو در واقع اینا در دورش بودن. ای که مؤثر هست لطفا نشون بدید آقای بایدن و این خانم لیلی گاگاست که ملاحظه کردید پشت پیانو نشسته و اون تصنیفی که ساخته بودن خواندن. حالا همزمان با این داستان در ذهن ما تصور یک عکسی برای من فرستادن. من داستانش رو اینطور شنیدم، ندیدم مأخذی چون اخیرا به دستم رسید، که یک دختر خانمی میخواهند شوهر بدهم. خوب توجه بفرمایید. میگوید من فلانی رو نمیخواهم. بابا میگوید نمیخواهی، حالا نشانت میدهیم. پدر میرود اسید تهیه میکند. برادر دست بر این آقای جو بایدن هست، من با تأخیر میبینم، بنابراین شما زودتر از من میبینید. آقای جو بایدن معاون نخست وزیر، معاون رئیس جمهور آمریکاست که سخن رو دیشب گفت. باری دستشو نگه میدارن، برادر دست خود دست نگه میداره، بابا با ظرف اسید. شنیدم که میگوید مادر کمک کن. مادر هم با کبر و غرور رو بیخیالی قدم میزنن، اسید ریختن روی صورت این دختر و مثل یک مجسمه گچین شده. لطفا نشون بدید این اخلاق تا چه حد سقوط کرده در مملکت ما. نگفتنیست. اون تصویر رو که من فرستادم، که آقای بدیعی برای من فرستادن، لطفا نشون بدید. در حالت سلامت ما این خانم رو میبینیم و در حالت بعد از اسید پاشی میبینیم. ایشون رو آوردن به آلمان، گفتن که ممکن است بر اثر جراحی بشود کاری کرد که یکی از چشم راستش، بله دست راست که خود ایشون هست، در دست چپ امروز این دختر هست. ملاحظه بفرمایید کار به کجا کشیده. این سقوط اخلاقی یک خانواده نیست، این سقوط یک فرهنگ هست، سقوط یک کشور هست، سقوط اخلاق در یک مملکت هست، نه فقط سقوط اخلاق در یک خانواده. ما چنین چیزها نشنیده بودیم آقا، اصلا کسی چنین چیزها. در روزگار قدیم در دوران پادشاهی آقا یه پادشاهی بود، یک سیستمی داشت، کار سیاسی رو به دست کسی نمیداد و سلام، همینجا آغاز میشه همینجا تمام میشه. مردم در امور کشور دخیل نبودن، اما هر جور آزادی شما میخواستی بود. آقا میخواین تشریف ببریم فرانسه، بفرمه مثلا ویزا نمیخواست اروپا از ایرانیا، پول ایران در همه جا رایج بود، ایران ایر یکی از بهترین شرکت ها بود، اولین سری 747 ها 747 ها که اینا در پاریس برای اولین بار نشان داده شد، ایران سفارش داد، اسپی هم سفارش داد، سوپر پرفورمنس، بهترین پذیرایی رو ایران ایر میکرد. شما میخوام بفرمایید اروپا، بفرمایید انگلیس، بفرمایید. خود بنده که از ایران آمدم ویزای فرانسه و انگلیس نداشتیم که، وارد شدیم با خنده با احترام، گفتن چقدر میخوان ببینی شما در فرانسه، ما گفتیم 2 ماه، حالا 15 رو بیشتر نمون. بعد رفتیم انگلیس، آقا خوش آمدید به کشور ما، چقدر میمونید؟ چقدر مثلا 3 ماه. یه حیثیتی داشت این مملکت اینها، و آزادی ها بود، جنایت ما نمی شنیدیم. آقا در 4-5 سالی که ما در تبریز بودیم و مراقب و آذرشهر، یه قتل اتفاق افتاد، یه قتل، اون هم یه قاچاقچی به نام خسته قادر. اینا رو عرض میکنم که کسانی که در روزگار اونجا بودن بدونن که من حقیقت رو در خدمتتون میگم.
خسته قادر زندان که زندانی شده بود به خاطر همین جریانات قاچاق و اینها، اینا آزادش کرده بودن، جلسه گذاشته بودن و مشروب خوری مستی یکی چاقو کشیده بود زده بود. این یه چیز عجیبی تلقی میشد. امروز جنایت چیز خیلی ساده است. تو خیابون خانمی کارت میزد تو قلب شوهر رو میکشید کارت رو، تاکسی هم رد میشه نگاه میکنه بدونه که پلیسا اومدن اونجا سنگر گرفتن، هیچ کار نمیکنه. چیزی از اخلاق برای مردم نمانده. و من میخوام اینجا خدمت شما یه مقدمه بگم و بعد اینکه چه به روز مملکت رفته. اینکه دو شب پیش رفتم من یه جایی، یه فروشگاهی ایستاده بودم اونجا، یک جاکتی بود گرفته بودم امتحان میکردم، دو تا آقا رد شدن و ایستادن و گفتن جاکت خوبیه فلان اینا، صحبت باز شد، شروع کردن با هم صحبت کردن، یکیش مکزیکی بود یکیش کوبایی بود. بعد گفت که تو فکر میکنی رفیق من چجور آدمیه؟ گفتم این به نظر آدم خیلی خیلی زحمت کشی میاد که زندگی سختی داشته، از چهرهش پیدا بود. گفت من چجور آدمی هستم؟ گفتم تو آدم جیگولی هستی، دونجوانی، فکر میکنم که عرض کنم که هر جا خانوما باشن شما هم هستی. گفت نه اینجا رو اشتباه کرد. گفتم چطور؟ گفت من 37 ساله که ازدواج کردم، یک بارم به زنم خیانت نکردم. بعد گفت میدانی چرا؟ گفتم نه. گفت به پشتوانه معنویت مسیح. من چنین کار زشتی نکردم. شما میدانی که مسیحیت در آمریکای جنوبی و کشورهای آمریکا اصولا خیلی قویه. این که گفت من به پشتوانه معنویت مسیح و اخلاق مسیحی، این مثل این که همچی که من گوش میکردم یک مروری در ذهن من شد از این، از کل این داستان، یعنی معنویت دین و بعد دین که سقوط بکنه چگونه چه اتفاقی میفته. به این نتیجه رسیدم که در واقع دینداران که به قاتل و جنایتکار تبدیل شدن و به دوست تبدیل شدن، دیگر اون پشتوانه معنوی که جامعه از دین میگرفت دیگر سقوط کرده، چیزی نمانده. یک روزگاری ما زرتشتی بودیم، بعد عربا آمدن، تا اون دو سه قرن اول میبینیم اشارات به حماسه های ایرانی است. سمبل شجاعت رستمه، سمبل حشمت فرض کنید انوشیروان هست، کیخسرو، کیکاووس. بعد آرام آرام که دین قوت گرفته و این بیشتر به خاطر آمدن این آسیای مرکزی هاست، اسلام آمده، در واقع میتولوژی سامی رفته رفته جانشین شده. در مرز این دوتا که خب یه مرز، یه خط نیست که ما بکشیم، که داره تبدیل میشه، شاعر در حق شاه میگوید به حرب کردن و پیروز گشتن در حرب، برادر علی و یار رستم دستان، یعنی هر دو را آورده، یعنی علی را آورده. چون در روزگار قدیم ما سمبل شجاعت رستمه، عذر میخوام، سمبل و نمونه مظلومیت سیاوش بوده، عزاداری میگرفتن ایرانیان به خصوص در خراسان. اینا آرام آرام به این پهلوانان و در واقع سمبل های دینی منتقل شده و اون چه فضیلت بوده در رستم و علی منتقل کردیم، اون چه مظلومیت بوده در داستان سیاوش، سیاوخش
منتقل کردیم به حسین. مهم نیست که اینا کی بودن، مهم نیست که اینا اعمالشون چه بود، جنگشون بر سر چه بود، که ما 20 سال هست در این باب داریم صحبت میکنیم. برداشتی که عوام مردم از این داستان داشتن، سعی میکردن منتها درجه پاک باشد. مهم نیست دین چه دینی است، مهم این است که برداشت چه میشود، چگونه برداشتی شما میکنید از دین. بنابراین علی شد محل خرد و دانایی و شجاعت و جوانمردی. اون چه جوانمردی، اساسا جوانمردی فتوت از ایرانه، اون چه جوانمردی ما در توبره تاریخی داشتیم گذاشتیم به سوار شطور حضرت علی کردیم و همه این صفات رو به دو منصوب کردیم، و مظلومیت حسین و پاکی رسول و آل او و همه اینها روی هم جمع شد و یک پشتوانه معنوی شده بود برای مردم، برای مردم به خصوص عوام. موضوع ثواب و گناه خیلی مهم بوده، موضوع آبرو خیلی مهم بوده. ما در ایران 500 هزار 1 میلیون پاسبان که نداشتیم که کنترل کنه جامعه رو، نه، مردم به پشتیبانی فرهنگ که دین بخشی از اون بوده و اونطور شناخته می شده از که عرض کردم، سعی می کردن کارهای زشت نکنن. دزد ایرانی روز نمی رفت دزدی، خجالت می کشید. دیده نشده بود در تاریخ ایران که یکی بره چاقو بکشه روز روشن یا هفتیر برداره بگه پولا رو بده، اصلا چنین چیزی نبود. شب میرفت دوزی نبیننش آبروش بره، دوز بود ها، اما فکر آبروش هم بود. خب همه اینها بود، دین بود. یه کسی که حاج حاجی میشد، این اعتبار معنویش در جامعه چند برابر میشد. سنت این کارو کرده بود، نه اینکه اون مکعب بیمقدار که بشه خانه کعبه میگوییم چیزی باشه، نه، اما برداشت ها چنین بود. مردم آزاد بودن، هر کسی میخواد حج بره حج بره، میخواد مشهد بره مشهد بره. ساختن اون مغازه ها رو خریدن در زمان پادشاه سابق و با شکوه کردن و نمیدونم حرم حضرت سامرالائمه شکوهی به خودش گرفت و هیچ مانعی در دین نبود. کسی فضولی در کار دین کسی نمی کرد. در این میانه ما که جعفر صادق در اختیار نداریم که بریم خدمتش دستش رو ببوسیم، خدا رو که نمیتونیم لمس کنیم که نمیدونم عواشه بگیریم. آخوند همه اینا رو نمایندگی میکرد. حجت الاسلام آیت الله نماینده اسلام و همه این فضیلت ها بود که برشمردیم. حالا که در اصل چیزی نبوده اون مطلب دیگری است. اینو ما 20 ساله داریم میگه خدمتتون، اما تأثیرش چنین بود که عرض میکنم. وقتی که یک آدمی بازاری غیر بازاری میرفت پیش آقای بروجردی و برمیگشت، این چنان دچار نمیدونم تغییر حالت روحی شده بود که پنداری رفته به عرش اعلی. آخوند عرض میکنم که مقامش تا اینجا بود، چون همه این فضیلت هایی که به دین منتسب میکردن رو آخوند نمایندگی میکرد. حضرت حجت الاسلام، حاج آقا فلانی، آیت الله فلانی،
اینا هم فقیر زندگی میکردن. اون آقای صانعی که منزلش رو خراب کردن گفت شکر خدا را که من در ذنوب این آقایان شریک نیستم. من ماه رمضان نمیدونم محرم 30 بار از قم میامدم چند تا منبر برم که خرج خانم در بیاد. کارشان چنین بود. اما ناگهان یه آخوند پیدا شد شروع کرد به آدم کشی. آخوند با ریش عمامه ذاکر امام حسین نماینده مظلومیت اصغر و اکبر ایستاد و پشت امام گفت بکشید اینها را، نابود کنید دشمنان اسلام را. به صورت یک آدم جلاد بیرحم بیسجیه قاتل این نماینده اسلام در آمد که اسمش روح الله موسوی الخمینی بود و بقیه آخوندها. ایرانی نگاه میکنه میبینه که این آقا، این آقای موسوی اردبیلی داستانش چیه، میبینه آقا این میلیاردره، این اصلا داستانش قصر داره، در قصر زندگی میکنه، این دیگه الفقر و فخری اینجا دیگه مستاقی نداره. اون یکی آخون چه کار است؟ اون حاج آقا چه کار است؟ این حاج آقا قبلا در اوین شکنجه میکرده، حالا رفته زندان دیگه، اونجا شکنجه میکنه، ریپ میکنه. اون یکی آیت الله چه کار است؟ اون هیچی، اونم عرض کنم که زمان انقلاب آدم کشی میکرد. حالا بچهاش تو انگلیس هستن و تو آمریکا هستن و اینها، خودش هم هنوز گاهی وقتا یکی میکشه که یادش نره یه بر حکومته. خب این اجازه پخش کوکاکولا مال کیه؟ مال حضرت آیت الله فلانی. اینا شرف برای اینا باقی نمو، شرف برای دین باقی نمو، حیثیتی برای این دین باقی نمو. یه گناه و ثواب به هم آمیخت. جامعه دچار نزول اخلاقی شد، دچار انحطاط اخلاقی شد. این دین این خاصیت رو داشت، چه بخوایم چه نخواهیم، جایگاهش هم همون جایی بود که بود. این سکولاریسم یعنی جدایی دین از حکومت. آمریکایی گفته است ما برای حفظ حیثیت دین اون رو از سیاست جدا میکنیم، به جهت اینکه وقتی این با سیاست آمیخت بی حیثیت میشه، دستش به جنایت آلوده میشه، چنین که در ایران شد. این 1300-400 مورد اسید پاشی که در ایران به صورت دختران زیبای ایرانی ریختن که امروز متصور نیست در چه احوالی زندگی میکنن، که هر کدوم ما خودمون جای اونها بگذاریم شاید حواس خودکشی به سر ما بزنه. دستورش رو یک آیت الله صادر کرده. خب بدترین اتفاقی که افتاده در ایران دزدی نفت نبوده، سقوط اخلاق بوده در مملکت، که پدر دست دختر رو بگیره، برادر دست دختر میگه بابا بریز اسید رو، معطل چی هستی؟ این میگه من به فلانی شوهر نمی کنم، بریز. و مادر بدون توجه قدم بزنه و رد بشه از کنار دخترش که داره التماس میکنه که بابا کارش بکنه. این بابای غیرتمند.
جنایاتی که داره انجام میشه در تاریخ بی سابقه است. میگوید که یک موتور سواری نزدیکی های کرج خورد به زمین، زخمی هم شده بود، یه پالتو خیلی زخمی به تنش بود اینا. یه عده جمع شدن که آقا ما شما رو ببریم بیمارستان. مثلا گفت نه بیمارستان نمیخوام، نه من حالم خوبه. گفت یکی گرفت بلندش کرد، یه دست از اینجا بریده، از زیر پالتوش افتاد که علنگوها بود، با ساتور زده و برده. در کشوری که رای دهندگان اون مملکت رو ببرن ریپ بکنن، مردانش رو ریپ بکنن، دیگه تکلیف معلوم. که مردم به داستان دین و معنویتش چگونه نگاه میکنن، به آخوند و ملا و قرآن و خدا و پیغمبرش چگونه نگاه میکنن. بزرگترین دشمنان دین اینا بودن. تصور کردنی نیست واقعا. گفتم خدمتون یه روز، ما در انگلیسی دو لغت در این باب داریم، سیمپاتی و امپاتی. سیمپاتی اینه که شریک غمت هستم، خیلی ناراحتم شما اینطور است. امپاتی اونه که خودت رو بذاری جای او، خودت رو بذاری جای او. اون دختر زیبا که همه زندگیش یا حداقل بخش بزرگ زندگیش آیندهش بود، با اون زیبایی خداداد که او داشت، حالا مثل صورت گچی کور در تاریکی نشسته به امید این که جراحی بکنن شاید یک ذره از این دنیا ببینه. این مایه بیرحمی و فرومایگی که از ایرانیان داره سر میزنه در کم سابقه است، و این نیست جز این که پشتوانه معنویش قطع شده، از میان رفته. یه به خاطر خدا و پیغمبر و گناه و ثواب و شفقت و رحم و شهرت امام رضا برای چی بود؟ شهرت امام رضا برای این بود که زامن آهو شده بود. اینا این فکریه ایرانی است. شما همه شاهنامه رو بخوانید یه شکار آهو نمیبینید. اصلا اسمش هست آهو، یعنی گناه. همیشه رستم میره شکار، گور خره داستان. یکی نره گوری بزد بر درخت، حالا بیت مثل دوم شادم را در داستان سهراب اصلا از شکار گورخر شروع میشه. زامن آهو شده، یعنی یه صیادی. ما بچه بودیم بر ما میگفتن و چه مایه لطافت در این داستان هست. این داستان از همه اون فضیلت هایی که به این عین منتسب کردن زیباتر و دلنشینتره، ملموستره. صیاد شکار آهو رو دنبال کرد، این آهو پناهنده شد به خیمه امام رضا و امام رضا زامنش شد. گفت ای صیاد تو این آهو رو که چیز نکن. اون رفت و این آهو آزاد شد، آزاد کرد آهو. ایرانی ها موقعی که استمداد بخواستن بکنن از معبد و طبیعه، یا زامن آهو یا زامن آهو. این آخونده آمدن، دختران 9 تا 11 ساله، عکساش من دیدم، به خاطری که 25 سنتی جیبشون بوده تیرباران کردن یا آیت الله ها. بعد عکساشون هم چاپ کردن، ما اینا رو کشتیم، یعنی هویتشون معلوم نیست. خوب نگاه کنید ببینید بچه های شما نیستن. ببینید پایگاه جنایت به کجا رسید.
آره آقایان اصلاح طلب آمدن اصلاح در کدوم اصلاح؟ چه چیزی رو اصلاح؟ کجاش رو میخوای اصلاح کنی؟ یه دم رأی بدین آقا، رأی بدین، بشه تاوی غفلت موجب فرید. اینا باید یکی یکی محاکمه بشن. بابت جنایاتشون باری این حرف این آقا که گفت معنویت مسیح منو از دور نگه داشت از خیانت، منو به این فکر بادش که به وضعیت خود ما فکر کنیم. دیدم درست میگه. یک زمانی این دین دارای حیثیت بود، این مذهب دارای آبرو بود، گرچه ما یه عقب افتادگی و بدبختی و نکبت هم شده بود، اما هر آینه برای عوام و ناس، تودای مردم معنی داشت. الان هیچ معنی نداره. آیت الله دوز، حجت الاسلام، آدم کش، در تاریخ کجا دیده از کسی که زن آبستنی رو بیارن بذارن جلو دیوار بیگناه تیرباران کنن، زن آبستن رو تیرباران کنن؟ خانم شهلا گوهر در شیراز بعد اون آقای محلاتی که مرد بسیار خوبی بود و فرزند کوچکشون برای من فرستاد نامه ای که پدرشون نوشته به خمینی که آقا این کارهایی که ما داریم میکنیم اینجا نمیتوانیم در قدرت بمانیم. گفت خمینی چنان به من نگاه کرد که فکر کردم منم میخواد بگیره تیربارون کنه. گفت فرار کردم. بعد یه نامه نوشت به پدرم که آقا شما ناراحت نباشید، در انقلاب ها از این حرفا هست. در کدوم انقلاب؟ از کدوم حرفا؟ آدم جنایتکار نگاه میکنن مردم میبینن آقا هر رذیلتی که شما بفرمایید و در کتاب بوده در اینا بوده. یه پایگاهی دیگه نداره اخلاق در مملکت. تلفن پشتیبانی 818-345-06-07. سپاسگزاریم. با درود بر شما هموطنان گرامی، خواستم که از مطلب یه نتیجه بگیرم. شما برادر ایرانی من، برادر دیندار ایرانی من، اگر که میخواهید دین رو بر پای نگه دارید، دین رو از دست آخوند نجات باید داد. دین رو از دست آخوند باید نجات داد در واقع. اگر دیندار هستید، بزرگترین دشمنان این دین این آخوندها بودن، نه اون کسی که میرفت میخانه شبیه جامه میزد و میرفت دنبال کارش. دین در گروه در واقع جنایات و زشتکاری های آخوند و ملاست. خب میخوام از یک خادم بزرگ به فرهنگ سرزمین ما در باب صحبت کنم، جناب استاد دبیرسیاوی، محمد دبیرسیاوی. من یادم میاد بچه که بودم حدود 12-13 سال، اولین شاهنامه ای که خریداری کردیم چاپ استاد دبیرسیاوی است که جبین نازنینشون رو میبینید. 96 ساله هستن استاد دبیرسیاوی. اولین چاپش در واقع جدید رو از تصحیح ماکان دادن که من هنوز دارم اون کتاب ها رو، که بعد دوستانی دیگرم به من دادن. بعد
در اون همون روزگاری که ما 12-13 ساله بودیم، استاد دبیر سیاقی رو خیلی قدیم میدانستیم چون آشنا نبودیم. بعد دیدیم که خیر اینطور نیست، این استاد فعال هستن در زمینه های مختلف، به ویژه ادبیات قرن چهارم، یعنی دوره نخستین شعرهای خراسان. چه کارهای زیبایی از استاد دبیر سیاقی ما داریم. با دهخدایشون کار میکردن و در همین دفتری که هست، که حالا من نمیدونم کجاست، راجع به همین تکمیل فرهنگ دهخدا است، مشارکت فعال داشتن. قریب 20 سال پیش یک خانومی به من زنگ زدن و گفتن استاد مرحمت کردن برای شما چند کتاب، گفتن بفرستین چند کتاب راجع به شاهنامه، فرهنگ شاهنامه. بعد من این افتخار رو یافتم که با استاد در تماس بودن در این سالها و در روزگاری که 6-7 سالی که روی این کتاب کار میکردم مرتب خدمتشون زنگ میزدم و صحبت میکردیم. این افتخار نصیب من میشد بعضی وقت که باشون صحبت کنم و حدود شاید 1 سال پیش بود زنگ زدن دیدم حالشون خوب نیست، گفتن که خون توی رگهام دیگه خوب جریان ندارد. بعد هرچی زنگ زدم نشد، بعد معلوم شد استاد رو بردن منزل خیشان. استاد دبیر سیاقی یکی از خادمان صادق ایران زمین هست، یکی از نادر استادانی است از تبار استادان قدیم که فضیلت داشتند و اخلاق داشتند و دانش داشتند و عشق به ایران داشتند و 96 سالگیشون رو گویا جشن گرفتن. من درود میفرستم خدمت استاد بزرگ و دستشون رو میبوسم از راه دور و یک روز کارهاشون رو معرفی میکنیم، مثل گنج بازیافته و کارهایی که کردن، شاهنامه رو به نصر کردن و همطور که عرض کردم در باب شعرهای خراسان بسیار بسیار کار کردن و این اواخر یک کار منتشر کردن که همه میوه ها که در شعر فارسی آمده همه رو به صورت کتاب در آورده بودن. یعنی میتونم میگم قریب 1 قرن این استاد کار میکرده و کهولت سبب این نشد است که ایشون دست از کار بکشن، ضمن این که در همین دفتر فرهنگ دهخدا کار میکردن در قزوین در منزلشون کلاس‌های شاهنامه داشتن و ما عمر طولانی تری برای استاد از خداوند بزرگ خواهانی و درود میفرستم خدمتشون. خب اجازه بدید که از این مطلب هم بگذریم و وقت زیادی نداریم تا اخبار، فکر کنم چند دقیقه است، میخوایم از جنگ های دینی حضرت رسول اکرم برای شما بخوانم از کتاب شخصیت محمدی یا حل اون راز مقدس. خب شروع میکنیم تا ببینیم که سپهر که به ما دستور میدهد، که شنیدید که این آخوندهای مغلط کار، آقا اینها کاری به کار مسلمین کاری به کار اینها نداشتن، دیدم تمام مغالطه کارانی که در تلویزیون هم میآیند و کلشون رو به مردم نشان میدهند خجالت نمیکشند و دروغ میگویند. آقا اینها که کاری رو نداشتن، اینها از خودشون دفاع میکردن. آقا کدوم دفاع میکردن؟ کی کسی به اینا کاری داشت که اینا دفاع کنن؟ دو جنگ دفاعی مسلمین داشتن از این 32 جنگی که حضرت رسول به راه انداخته، که قدیمترین کتابش که اینجاست، سیرت رسول الله. اینا گمان میکنن مردم نادانن، گمان میکنن کسی نیست که چیزی بداند. آقا اونها حمله میکردن،
جنگ احد و جنگ احزاب که همون جنگ خندق باشد، این دو جنگی بوده که بر اثر آدم کشی های مسلمانان اونا آمدن، بقیهش دیگه حمله بوده از جانب مسلمانان از زمان حضرت رسول که 33 جنگ در 29 جنگ خودشون شرکت داشتن. جنگ شروع شد، جنگ بعد از جنگ، صدها جنگ تا این اعراب پاشون رسید به ماوراء النهر، اونجا همش خونریزی بوده و جنگ بر سر این اسلام. کار اسلام با خونریزی بوده و جنگ و تحمیل و زور و غارت. این آقایون خجالت باید بکشن، شما باید واقعا خجالت بکشید از دروغ‌هایی که به مردم میگویید. اسارت، فروش زنهای مردم، سربریدنها، گردن زدنها ادامه داشته. نه خیلی مسلمین کار به کسی نداشتن، مسلمین هنوز مرد کار دارن، هنوز آرزوی این پاکستانی هاست که هندوها رو سر ببرن بکشن از بین ببرن. همزیستی مسالمت آمیز میسر نیست آقا جان. جایی که برادران مسلمان ما هستن، آدم ها رو که مسلمان نیستن از الاغ و سگ و اینها پستر میشمارن هر جا که هستن، نجس میدون. اینجا رسافی از جنگ ها صحبت کرده، فکر میکنم وقت پخش این داستان رسیده، لطفاً پخش کنید این اخبار رو تا من از سیرت رسول الله هم یک نقل قول شاهد کردم اینجا در باب همین جنگ هاست. با درود سباره خدمت شما هموطنان گرامی، این سیرت رسول الله قدیمترین تاریخ هاییست در این باب نوشته شد و ترجمه شد چند قرن بعد. خب میگوید پس سید، یعنی حضرت رسول اکرم، از حج وداع فارغ شده بود به مدینه بازگردید و چون به مدینه رسید و بقیت ماه ذوالحجه و محرم و صفر گذشته بود، لشکری راست کرد و اسامه بن زید را بر سر ایشان امیر کرد و ایشان را به شام و زمین فلسطین فرستاد. محمد بن اسحاق گوید که سید 28 قصد به نفس خیش بکرد، یعنی حضرت پیغمبر 28 جنگ به خودشون شرکت داشتن و کیفیت احوال اون از پیش رفت و 38 گروه از لشکر اسلام هم در عهد خود از بحر قصد به اطراف بلاد فرستاد و نه تنها در 28 جنگ شخصا شرکت کرد، چند تاش هم نبودن، 38 لشکر هم درست کردن و فرستادن برای حمله به اطراف. و آخرترین لشکری که فرستاد اسامه ابن زید بود که او را در آخر عهد خود با لشکری بسیار به غزو شام و زمین بلقا و حد فلسطین فرستاد. و تفصیل این 38 گروه لشکر که سید ایشان را به غزو فرستاده بود این است: اول عبیدت ابن حارث ابن فلان را به سنیت المره فرستاد، دوم حمزت ابن عبدالمطلب به ساحل بحر به ناحیتی که اون را ناحیت العیس گفتندی، سوم سعد ابن ابی وقاص را به جای دیگر فرستاد که اون را خرار گفتندی، چهارم زید ابن حادثه را به قرده فرستاد، پنجم محمد ابن مسلمه را خاص از بحر کعب ابن اشرب بفرستاد، ششم مرسد ابن ابی مرسد فلان را با اصحاب رجی به رجی فرستاد، هفتم منذر ابن عمرو ابن فلان را به فلانجا فرستاد، ابو عبیده جراح به راه عراق فرستاد،
نهم عمر ابن خطاب را به زمین بنی عامر فرستاد، جایی که اون را تربه گفتندی. دهم علی ابن ابی طالب را به یمن فرستاد. یازدهم غالب ابن عبدالله کلبی را به غزو بنی ملوح فرستاد، جایی که اون را کلید گفتندی. و غالب برفت و این قوم را غارت کرد و چارواهی بسیار را از اشتر و فلان اینا آورد. خب حالا این بابا علت جنگا رو میگه و انگیزشون رو میگه. خب میگوید که پیش از این گفتیم که چگونه رسول در امر جنگ مرحله به مرحله پیش رفت و نخست اون را روا و مباح اعلام کرد و سپس اون را بر کسانی که علیه مسلمانان اقدام به جنگ کنند فرض و واجب دانست و در مرحله بعدی و در سال هشتم و به گفته نهم پس از هجرت اون را بر همه مسلمانان واجب دانست، چه مشرکان آغازگر باشند یا نباشند. این دیگه دانشمند عرب نوشته ها، اینو بنده نمیگه، آقای رصافی، آقای عبدالغنی رصافی میگوید که با توجه به آن میتوانیم نتیجه بگیریم که جنگ هایی که میان سال اول و هشتم و پس از هجرت رخ داد همگی که تنها دو بار داد. خب ببینید، میگه که جنگ ها دو تاش دفاعی بوده، نخست جنگ احد و دیگری جنگ خندق، و به جز این دو جنگ سایر جنگ ها همه جنگ های تهاجمی بودن. همین که بنده 24-5 ساله دارم عرض میکنم خدمت شما که اینا کاری نداشتن، اونا خوشحال شدن که ایشون و یارانش از مکه رفتن. طبری میگوید وقتی رفت گفتن برفت و برستیم، ولی ایشون نگذاشت که راحت باشن. دو تاش دفاعی بوده، بقیه حمله. این دفاعیه، اونم اون اینام که دفاعی بود که جنگ احد بود، بعد از کشتار عجیبی که از بزرگان قریش در جنگ بدر کردن، ابو سفیان هم سپاه جمع آوری کرد برای انتقام، آمد که در احد جنگ شد و 80 تن از مسلمانان کشته شدند. از این نظر میگوییم خب تهاجمی، مثلا به محمد خبر میرسد که طایفه بنی فلان دارن برای حمله مسلمانان ساز و برگ فراهم میسازد و مسلمانان برای جلوگیری دست پیش را میگرفتند و دشمن حمله میکرد، ولی برخلاف خلاف گزارش ها رسیده با چنین آمادگی و ساز و برگی روبرو نمیشدند، ولی با این وجود اونها را سرکوب میکردند. میگه خبر میومد که فلان قوم میخواد حمله کنه، مسلمان ها آماده می شدن، می رفتن می دیدن بابا اینا بیچاره دارن زمین بیل می زنن، می ریختن سرش. و با غنایم جنگی و اسرای فراوان زن و مرد و کودک باز می گشتن. مثلا در جنگ بنی اسد مردی از قبیله تی که برای دیدار دختر برادرش به مدینه آمده بود خبر آورد که طلیحه و سلمه دو فرزند خویلد، خویلد نوشته، ساز و برگ فراهم آورده و به همراه قوم خود و دیگر کسانی که از آنها اطاعت میکنند برای جنگ با پیامبر اسلام میاد. پس رسول الله ابا سلمه عبدالله ابن عبدالاسد را فرا خواند و درفش را به دست او سپرد و سر 50 نفر از مهاجرین و انصار را برای سرکوبی بنی اسد بابه فرستاد. هنگامی که ابو سلمه به یکی از چراگاه های بنی اسد رسید، سه تن از چوپانان اونها را اسیر کرد و دیگران فرار کرد. پس افراد خود را به سه دسته تقسیم کرد، یک دستم همچنان باقی ماندند و دو دسته دیگر برای غارت و غنیمت گیری و اسیر کردن زن و مرد حمله بردند و مقدار زیادی شتر و گوسفند و بز به دست آوردند، ولی با کسی روبرو نشد و با غنیمت های به دست آمده به سوی مدینه سرازیر شد. احمد شاملو رو میگن گرفتم بردنش، میگن گرفتم بردنش، گفت کتابش میخواد چاپ کنه. نوشته بود اتل متل توتوله گاو حسن چجور، نه شیر داره نه پسون، گاوشو بردن هندسون. گفت آقا این نمیشه چاپ بشه. گفت چرا؟ گفت پسون
پسون نمیتونیم چاپ کنیم. و حالا شما کارش میکنیم، یه کارش میکنیم چیه، چی کارش میکنیم؟ و ما شاعریم بلدیم، مثلا چی کارش میکنیم؟ اینو منصوب کردن به احمد شاملو، گفته است اینطوری می نویسیمش، حالا که شما ناراحت هستیم. اتل متل تو طول گاو حسن چجور، نه شیر داره نه سینه، گاوشو بردن مدینه. بوده هر چی سرقت میشه میرن مدینه دیگه. خب اینا هم برگشتن، ما هم به مدینه. خب با کودک و با غنایم جنگی و اسرای فراوان زن و مرد و کودک باز میگشتن. خیلی خب اینجا رو خوندم، چوپان رو اسیر کردن، شطورا رو گرفتن، با غنیمت های به دست آمده به سوی مدینه سرازیر شد. پس ببینیم که نام شبه تهاجمی صحیح ترین نامی است که می توانیم بر یک چنین جنگی بگذاریم، زیرا که اونها یعنی بنی اسد جنگی را علیه به آغاز نکردند، تنها به او خبر رسید که چنین قصدی دارند و نظیر این واقعه در غزوها و حملات او فراوانند و با در نظر گرفتن نتایج و پیامدها این جنگ ها و چگونگی به او پیوستنشان می توان اونها را به سه دسته تقسیم کرد. نخود جنگ های ریشه‌کنی، مانند جنگ هایی که علیه یهودیان مدینه به راه انداختن و منجر به ریشه‌کن شدن اونها شد. حالا شما بیا با آخوند شیعه ریشه‌کن کردن دیگه، یعنی زمان عمر دیگه یه یهودی در مدینه نبود، در حالی که 55% جمعیت مدینه یهودی بودن پیش از هجرت حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم. شغل حضرت علی چی بود؟ آقا برای یهودی ها چا میکن؟ کدوم چا؟ چه چایی مرد حسابی؟ خجالت بکش، اقلا خودت خجالت بکش. کدوم یهودی در مدینه بود که علی برای چا بکنه؟ 33 بچه داشته، کدوم مغنی تونسته شکم 33 بچه رو سیر کنه؟ بابا از بیت المال مرتب کیسای زر میرسید سهمیه ایشون، اهل بدر بودن ایشون، دو برابر عمر بهشون پول میدادن و حضرت علی و دیگران که در بدر بودن. ریشکن خیلی خوب و منجر به ریشکن شدن اونها شد که خود دو حالت داشت، یا کشتار مانند جنگ بنی قریظه و یا کوش دادن مانند بنی نظیر و بنی قینقاع. دوم جنگ های غنیمتی که نتایجی جز به دست آوردن غنایم جنگی نداشتند و بیشتر جنگ هایی که در دوران اتفاق افتادن از این دسته بودند، مانند دسته ها و گروه های مسلحی که برای چپاول کاروان های قریش میفرستاد و یا جنگ بنی مصطلق یا جنگ های نظامی او که برای جنگ با کفار گسیل میشدند، جز غنیمت گیری و چپاول هدف دیگری نداشتند و گاهی حتی اتفاق میافتاد که خود مسلمان ها هدف چپاول و غارت واحدهای نظامی محمد قرار می گرفتن. مثلا در حمله یک واحد نظامی مسلمان به رهبری زید بن حارثه فرزند خوانده محمد به منطقه جزام چنین حالتی اتفاق افتاد و خلاصه اون چنین است: دحیه کلبی با خلعت و مقداری پول که از طرف قیصر روم به او داده شده به سوی مدینه می رفت که در منطقه به نام جسمی یا هنید و فرزندش و عده‌ای از مردم فلان روبرو شد. اونها راه را بر او بستند و غارتش کردند و جز یک پیراهن کهنه بر تنش نگذاشتند. این خبر فوراً به گوش عده‌ای از مردم مسلمان، مقصود این که مسلمان به جون مسلمان میافتاد و از همین دزدیدند. خب بعد اینجا توضیحات داده خیلی مفصل، خیلی مفصل بله که چرا از اینجور داستان ها بود. خب بعد اینجا راجع به قصاص صحبت کرده،
میگوید گرچه به زبان شرع به چنین مجازاتی نام قصاص دادن، ولی به نظر من این کار چیزی جز انتقام نبوده. طبق یک حدیث متواتر، محمد به هنگام گسیل داشتن سپاهی به جایی به یاران خود دستور میداد که نخست آنها را به اسلام دعوت کنند و چنان چه پذیرفتند چه بهتر، و در غیر این صورت با آنان بجنگند، و به آنها میگفت به شما توصیه میکنم که از خدا بترسید و با مسلمانانی که همراه شما هستند نیکی کنید و به نام خدا با دشمن خدا و خودتان بجنگید. بله. و بعد ولی با این وجود خود گاهی برخلاف این دستور رفتار و عمل میکرد. یکی از دستوراتشون این بوده که درختار رو قطع نکنید. اینجا میگه ولی میگه بعضی وقتا خلاف دستورات خودشون عمل میکردن. مثلا به هنگام محاصره یهودیان بنی نظیر دستور داد تا درختهای خرمای آنان را ببرند و بسوزانند، و زنان بنی نظیر که شاهد این منظر دردناک بودند با زاری و فغان فریاد برآوردند: ای محمد، ای ابوالقاسم، تو از فساد نهی میکردی و کنندی آن را مذمت میکردی، پس چرا درختان خرما را میبری و آتش میزنی؟ این گفتی آنها در روحیه برخی از مسلمانان واقع شد، ولی رسول این موقعیت حساس را فورا تدارک دیده و سرشته کار را از دست نداده و در توجیه رفتار خود فورا این آیه را نازل کرد. یه آیه را نازل کرده که هر خرمایی که بریده ایم یا به ریشه خود ایستاده رها ساخته اید یا به فرمان خدا بوده، و در اینجا مخاطب مسلمان ها می باشن بدین معنی که این خداوند است که به اونها اجازه چنین کاری داده است. و همین کار را به هنگام حمله به استحکامات خیبر تکرار کرد و دستور درختان خرمای اونها را قطع کنند. به تعداد 400 درخت قطع کرد. حالا صحبت خرما شد، عرض کنم که برادرانی که خرما خیلی دوست دارن، یه نوع خرما هست که در این کالیفرنیا عمل میارن، این بهترین خرمای عالم است. در یک آتش، و این خرما در سوریه روش میکرده، آتش میفته به این، و محصولش هم فقط میبردن برای خلیفه شاهان. بسیار خوب. بعد فقط نمیدونم 10 یا 11 از این نوع باقی میمونه که یک کسی به دریامرز میبره اینو نجات میده، و بعد از کالیفرنیا رفتن و اینا رو چند تا از اینا آوردن و کش کردن و خلاصه هنوز هست. این داستان خرما مهمترین محصول عرب بوده. که شما 400 درخت خرما قطع بکنید یعنی بنیاد اقتصادی اون قبیله یا اون قوم بیچاره رو قطع کردیم. خب باز تکرار کنیم خدمت شما که این سخن پایان ندارد. ای جواد قطع کن، الله اعلم برشاد. وقت ما در اینجا تمام شد. با سپاس از سپهر گرامی، شما هم وطنان عزیز که توجه فرمودید، با برنامه دیگر شما رو به خداوند بزرگ می‌سپارم. درود بر شما جاوید ایران زمین. زنده باد.